آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. هموطنان بسیار عزیز و گرامی، امروز مورخ 14 مارچ سال 2007 عیسوی که مصادف است با 24 حوت سال 1395 هجری شمسی، من اعلامیه را در رابطه با اوضاع روبه و وخامت جاری در افغانستان و راه‌های اساسی و عملی بیرون رفت از آن را به دست نشر سپاریدم که اینک و بدین وسیله متن کامل این اعلامیه را برای شما به خوانش گرفته و آن را به توجه شما هموطنان گرامی می رسانم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان بسیار گرامی، با توجه به تشدید حوادث وحشتناک تروریستی در مرکز و ولایات افغانستان، به یقین همه می خواهید بدانید که چرا و چگونه ممکن است که این حوادث جنایتبار تروریستی یکی پی دیگر با آزادی و بیشرمی تمام، بدون آن که کسی جلوی آنها را بگیرد، همه در روز روشن و در محضر عام در برابر انظار ما انجام شده و مردم ما را به طور روزافزون به خاک و خون میکشاند. اگر واقعا آرزو دارید تا بدانید که چرا، پس لطفاً به دلایل و توضیحات مسلکی این جانب و راه‌های اساسی بیرون رفت از این اوضاع و احوال وحشتناک در افغانستان زیلاً توجه بفرمایید. اول، با غصب استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان توسط رژیم متجاوز و دهشت افغان ISI پاکستان، با تأسف باید اعلام نمایم که افغانستان دیگر یک کشور آزاد و مستقل نبوده و از لحاظ علمی و مسلکی عناصر لازم و اجزای مکمله و ضروری را برای یک کشور کاملا مستقل که همانا متشکل از یک دولت، مردم و سرزمین آزاد و مستقل می باشند، متاسفانه دارا نیست. دوم، حاکمیت ملی یعنی دولت مردمی در افغانستان اصلا وجود ندارد و حکومت کاملا در دست رژیم متجاوز ISI پاکستان قرار داشته که با توسل به هزار حیله و نیرنگ از طریق مزدوران دست نشانده آنها صرفا در شکل در ارگ کابل تمثیل می شود و بنابر آن آنچنانی که همه ما شاهد هستیم و هر آنچه که در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی افغانستان رژیم متجاوز و جنایتکار ISI پاکستان بخواهد، آن را در تمامی کامل با رژیم مزدور و دست نشاندهشان در ارگ کابل انجام داده و میدهد. سوم، تمامیت ارضی یعنی سرزمین جغرافیایی مربوط به افغانستان در حال حاضر کاملا تحت کنترل مردم افغانستان قرار نداشته و از مناطق به اصطلاح آزاد مربوط به دو طرف خط تحمیلی دیورن گرفته تا تعداد زیادی از ولایات و ولسوالی های افغانستان فعلا آزاد نبوده و از طریق مزدوران و اجیران جنگی گماشته شده، یعنی طالبان تحت کنترل رژیم متجاوز ISI پاکستان قرار دارند. چهارم، مردم و یا اراده آزاد مردم. بسیار مبرهن و طبیعی است که با نبود و غیر یازیدی عناصر لازم مربوط به حاکمیت ملی
و تمامیت ارضی در کشور که من فوقا آنها را از لحاظ مسلکی و شما هموطنان عزیز توضیح نمودم، مردم افغانستان متاسفانه دیگر اراده آزادی در دفاع از منافع ورای ملی خیش ندارند. راه حل اساسی برای ختم بحران جاری در افغانستان چیست؟ من معتقدم در حالی که بدون اعاده مجدد استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از دست رفته افغانستان، هیچ بحران در کشور نمیتواند حل و فصل شود. من وظیفه انسانی، ملی و مسلکی خیش میدانم تا به این وسیله یک بار دیگر از همه شما هموطنان بسیار عزیز در هر کجایی که هستید دعوت نمایم تا با هم همه مسائل قومی، زبانی و سمتی را کنار گذاشته، دست به دست هم داده و در یک اتحاد نیرومند ملی و افغانستان شمول در تفاهم و همبستگی با جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد در برابر این تجاوزات و دهشت افگینی های رژیم آیسای پاکستان که منبع اساسی و مبنای بنیادی برای تمام مصائب و بدبختی ها را در کشور ما تشکیل می دهد، به پا خواسته استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سرزمین پدران و نیاکان خیش را از بند گرو این رژیم خوناشام نظامی آزاد ساخته و آن را هرچی زودتر و قبل بر آن که بسیار دیر شود مجددن اعاده نماییم. تنها بدین ترتیب است که ما می توانیم یک حکومت مردم توسط مردم و برای مردم را با استقلال تمام و مبتنی بر اراده آزاد مردم افغانستان در کشورمان بنیانگذاری نماییم و بدین ترتیب افغانستان عزیزمان را از سقوط در پرتگاه نابودی نجات دهیم. و من الله التوفیق، با تجدید احترامات فراوان به همه شما هموطنان، هموطن و خدمتگارتان، وحید وحید الله، نیویورک، ایالات متحده آمریکا. کارشناس ارشد در امور منازعات منطقه‌ای سازمان ملل متحد را روی خط ویدیویی در استودیو با خود داریم. سلام بر شما آقای وحید و می‌خوام به عنوان نخستین سوال از شما بپرسم که از دید شما شدت گرفتن حملات حراس افغانانه به ویژه در شهر کابل پیامد چی عوامل است؟ تشکر خانم جوینی. من به خدمت شما بگویم که تشدید حملات ادامه سیاست های تجاوزگرانه رژیم نظامی اسلام آباد است که از 14 سال به این طرف در برابر مردم افغانستان این ادامه داره. هدف از این عملات فقط و فقط به چالش کشیدن مردم افغانستان، بربادی افغانستان، سقوط افغانستان، تجزیه افغانستان و همه بود و نبود افغانستان به تار و مار و تاراج کشیدن است و این اگر متوقف نشه از راه های مؤثر و از راه های درست و قانونی عواقب بسیار وخیم می داشته باشه. مال اونها ما می بینیم که یکی پای هم ولسواری ها سکوت می کنه، هر روز بم انفجاری و انتحاری، هر روز کودکان، زنان، پیرمردان همه قربانی از این حوادث و جنایات میشن. ای اگر متوقف نشه وطن ما برباد، تاراج و تمام هستی و زندگی خوده همونطوره که جنایتکارای رژیم آیسای میخوایم از دست خواب دادن. یک چیز واضح است. آقای وحید، میخوایم بپرسم که بعد از بار افزایش حملات حراس افغانانه اخیر، رئیس جمهور غنی موضع تند در قبال پاکستان ابراز کرد. خب از دید شما این موضوع تازه کابل چقدر بر وضعیت اثرگذار خواهد بود؟ یه عرض عقل است که آقای غنی انجام میتن، اما با این وضعیت که شما میبینید و ما شما همه شاهد استیم، تنها اظهارات تند و تیز و بیانیه های فاقد محتوا و مؤثریت دیگر درد مردم افغانستان، دیگر قتل، غارت، جنایت جلوش گرفته نمیتونه، هیچ نوع اثر گذاری کرده نمیتونه. فقط یک چهار روز ای با وسایل اطلاعات جمینه شده میشه، باز به باد فراموشی سپرده میشه. برای اینکه این توام با اقدامات مؤثر نیست، اقدامات مؤثر برای این کار
ما ایسه کارشناس برای شما میگم بسیار ساده است. اینجا یک سازمان وجود داره به نام ملل متحد، دو صد مملکت عضوش است، پاکستان هم عضوش است، افغانستان هم عضویت داره. وقتی که استقلال تمامیت مرزی حاکمیت ملی یک کشور را مخاطره رفته و جنایات در این حدود بی‌نظیر در مقابل رخ میده، یک حکومت وظیفه داره که در حد اقل شکایت کنه و این رسما به شورای امنیت ملل متحد گزارش بده که متاسفانه تا ولی علی‌رغم تمام همین جنایات در طول 14 سال و من جمله بعد از امی روی کار آمدن به استقرار حکومت وحدت ملی ما یک نوع شاهد یا کمان نمیدیم. قسمی که آقای بعید شما و بیننده ها در جریان هستند، رئیس جمهور در اظهارات امروزش گفت پس از این ادامه روند صلح افغانی خواهد بود. آیا با توجه به حاکمیتی که اسلام آباد بالای طالبان دارد این روند افغانی پیش خواهد رفت؟ این روند افغانی درست است، اما ما باید این روند منطقی و بیندلی بسازیم. این روند اما طور که در ارتباط با تجاوزات و جنایات رژیم های وابسته به شوروی سابق توسط جامعه جهانی متوقف شد و قطعات از اونا مجبور شدند که به مداخله و تجاوز و جنایت در افغانستان خواستار بودند، این کار باید در ارتباط با همی رژیم تجاوزگر و جنایتکار پاکستان صورت بگیرد. سازمان ملل متحد یگانه منبع شکایت برای توقف همچو جنایات است مذاکرات صلح هم با آنانی که از طرف خارج تمویل تجهیز تسلیمشان و بر اعمال خرابکنه از 14 سال به طرف افغانستان فرازده میشن، فقط و فقط با ایس یک منبع مؤثر سازمان ملل متحد میتونه که شاهد شنیدن چنین شکایت ها باشه و با میکانیزم های دقیق و پذیرفته شده جامعه جهانی که ما را دیگر جامعه میکنه کردیم میتونه که مداخلات متوقف شد. خب یک مسئله دیگر از دید رئیس اجرایی حکومت وجود جاسوسان در نظام عامل بی‌ثباتی است. خب دیدگاه شما در این مورد چی است؟ بله حکومت یک بار میزنه ولیکن بسیار دشوار است در شرایط که به اصطلاح عام مردم ما دوزان میگه دوز و صاحب خانم میگه دوز پیدا کرده نمیتونیم که جاسوس ها کی هستن. کسانی که با رژیم اسلام آباد کار میکنن و امیال و آرزوها و حرکات و سکنات شوم و جنایتکاری از آن افغانستان کمک میکنه، کتمان میکنه، پنهان میکنه و از او شاکی نیست و اعمال مؤثر انجام نمیده، به نظر ما اونا و ای جاسوسایی با هم دیگه فرق میکنه. خب بسیار زیاد تشکر از شما. خواهش میکنم خانم جوایی. تشکر. دکتر وحید وحیدالله کارشناس ارشد در امور مناظرات منطقه‌ای بود که در بحث امشب با ما همراه بود. برای بحث و روشنگیری بیشتر روی این موارد و چگونگی روابط افغانستان و پاکستان از روی تماس ویدیویی جناب دکتر وحیدالله وحید دیپلمات ارشد سازمان ملل متحد و طراح صلح از نیویورک آمریکا با ماست. جناب دکتر سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدند به برنامه. احترامات مرا هم میثاق بپذیرین و ما خوش هستم که در خدمت شما و بینندگان محترم هستیم. خیلی ممنون. در آغاز چگونه دریافتین این گزارش پنتاگون را؟ من فکر میکنم که گزارش در مجموع ما از لحاظ یک کارشناس به خدمت شما بگویم سر نقاط اصلی و مادر نتانسته تماس بگیره به نام ملاحظات سیاسی. مسئله اساسی در اینجا مسئله عامل مادر در ارتباط با بی‌ثباتی و جنگ جاری در افغانستان است که عامل مادر از او ادامه مداخلات نظامی رژیم ISI در امور یک کشور مستقل و آزاد مثل افغانستان است. تا زمانی که این مداخلات قطع نشه هیچ امکان نداره که ما در افغانستان به یک تفاهم و صلح دست بیافیم و عامل مادر امیس و برای مادر رفع حل و فصل منازعات منطقوی عامل مادر که به او باید پرداخته شود بسیار یک مسئله با اهمیت است و او به نظر ما و تشخیص ما مداخله و ادامه مداخله نظامی و تجاوزگرانه پاکستان بر حریم افغانستان است که میکنون هم متاسفانه از مدتی بسیار طولانی به ایسو تحت بانهای مختلف ادامه داره. پنتاگون هم تلویحا به این مورد در گزارشش اشاره کرده. حالا با توجه به این که قرار است رئیس جمهور افغانستان آقای غنی به زودی به پاکستان بره
و پیش از بکار آمدن حکومت جدید 13 سال روابط کابل و اسلام آباد با اون تنش‌ها و فراز و نشیب‌هایی که به همراه بود. حالا زمانی که ما توافقنامه امنیتی با آمریکا را هم امضا شده داریم و قرار است که سیاست‌های جدید حکومت رئیس جمهور حکومت جدید افغانستان در قبال پاکستان پیگیری شود، واقعا شما راه حل را در چی می‌دانید؟ چیزی که شما اشاره کردین پنتاگون هم به همین باور است که مداخلات بسیار صریح صورت می‌گیرد از سوی پاکستان در خاک افغانستان. ما فکر میکنم امتو که در زمان به اصطلاح حاکمیت کرزایی که خودش یک تسلسل و ادامه از اداره آیس آی در کابل بوده، متاسفانه من ایره میگم برای شما، اگر ما و اصل مسئله و کهن مسئله که قطع مداخلات نظامی، تمویل، تجهیز، تسلیح و ارسال خرابکاران که از 30 سال به این طرف در امور داخلی افغانستان ادامه داره نپردازیم، هیچ چیز تغییر کرده نمیتونه، هیچ ناصل هرما بهش دست یافته نمیتونیم. بنابراین اصل مسئله ایست که اگر واقعا پاکستان به این کار صادق است، لطفا مداخلات خود به صورت جدی و به صورت همه جانبه در امور داخلی افغانستان قطع کنه و این مداخلات تا سرحد باید قطع شود که دیگه از مظاهر او اداره و نمایندگیش در اسلام آباد که او در کابل تمثیل میشه و در 13 سال گذشته متاسفانه همین طور بوده، دیگه این مظاهر و دیگه این انواع مداخلات تا سرحد کنترل و اداره که در کابل از 13 سال به این طرف در ایج حاکمیت داشته بالای مردم افغانستان به نمایندگی از رژیم آیس آی با شمولیت در یک جنگ نیابتی دیگه ای وجود نداشته باشه. این کار کده میتونه نمیتونه، این بسیار سوال برانگیز است، اما اگه این کار کده بتونه که ما فکر نکنم که کرده بتونه، این رای حل است. فکر میکنین که امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن چقدر روی این که پاکستان باید در مسائل افغانستان صادق باشه و دیگر به سیاست مداخلهش خاتمه بده و سیاست عدم مداخله را اختیار بکنه میتونه اثرگذار باشه؟ مسئله قرارداد یا موافقتنامه امنیتی کاملا یک بحث جداگانه است، اما طوره که افغانستان یعنی در ارتباط با این مداخلات و ادامه مداخلات با این عامل مادر در ارتباط با منازعه جاری در افغانستان، تنها افغانستان از این متاثر نمیشه. امروز منطقه، جهان، در کنار ما هند، سایر کشورهایی که اونا رنج خورد بودن از افراطیت، مواد مخدر و خود این مسئله مربوط به دهشت افغانی فراتر از این مسائل مطرح است. شما امروز حتی در خبرها کمتر مشتوین حتی امی کارهایی که در شرق میانه و در ارتباط با جنبش های به اصطلاح به نام داعش که اینا آلترنتیو و بدیل های برای القاعده هستند و اینا یک مردم هستن، از امی پاکستان سازمان داده میشه. پاکستان یک دانه سرطانی است که نه تنها افغانستان رو به چالش و مشکل مواجه ساخته، صلح امنیت داشت، بلکه جهان ای تنها نمیتونه در مقیاس امی قرارداد امنیتی که شما رو تذکر دادین حل و فصل شوه. پاکستان باید واقعا بهش رسیدگی شوه از جانب امریکا و ایسی قدرت بزرگ، و پاکستان باید که مداخلات خود، تمویل خود، تجهیز خود دهشت افغانی را نه تنها در افغانستان و در منطقه، در سایر نقاط جهان و سیاست ضد ترقی و پیشرفت و افراطیت خود به خاطر بقای رژیم اسلام آباد باید واقعا بهش خاتمه ببخشه. دیگه این نمیتونه که تنها در چارچوب عمیق قرارداد امنیتی که شما گفتین که او موادش محدود به افغانستان و امریکاست، این باید در چارچوب بالاتر وسیع‌تر با فشار بسیار جدی برای توقف از اعمال خرابکارانه و دهشت افغانانه پاکستان از طرف امریکا و جامعه جهانی باید که سیاست های روی کار گرفته شده که چنانچه هم امطور است و امی فشارها همین اکنون که ما شما صحبت میکنیم ادامه داره. وقفه کوتاه داریم، در ادامه همچنان با ما بمانه.
سلام دوباره شما برنده برنامه پس از خبر و گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستم. بحث امشب ما روی گزارش تازه پنتاگون است که در این گزارش روابط میان افغانستان و پاکستان مملو از بی‌باوری ها خوانده شده و پنتاگون اشاره کرده که روابط افغانستان و پاکستان برای ثبات منطقه در دراز مدت خیلی مهم است. برای روشنگری و واکاوی بیشتر این بحث جناب دکتر وحیدالله وحید دیپلمات ارشد سازمان ملل متحد و طراح صلح از نیویورک امریکا روی تماس ویدیویی با ما. آیا فکر میکنین که رویکردها به تازگی در داخل پاکستان و در دستگاه سیاست پاکستان تغییر کرده و یا نه رویکردها هم رویکردهای سابق است؟ پس در این صورت اگر بر اساس همون استراتژی هژمونی یا بزرگمنشانه سابق باشه که اهرم فشار هم میشه یک راه حل باشه برای این قضیه؟ ما فکر میکنم که این تغییر نظام های سیاسی که هیچ وقت در پاکستان اراده مردم اصل نبوده و تماما قدرت همیشه ما گفتیم که از اومان آغاز تقسیم هند متاسفانه و پارتیشن این در دست مو نظامی ها بوده و در دست یک رژیمی که ما او رو به نام ISI میشناسیم و همی جنرال ها بوده تا میکنون هم است. پاکستان هیچ گاه دارای یک رژیم ملکی که او اراده مردم پاکستان را تمثیل کنه نبوده و تا میکنون خو ما او رو به چشم ندیدیم. پاکستان و رژیم نظامی از او برای بقای خود به خاطر هر وسیله او دستیازیده و به می خاطرم است که ما در بسیاری از مباحثات خود میگم که اگر با پاکستان به موقع رسیدگی نشه و به خصوص این مملکت که فعلا صلاح ذروی را هم تحت بانهای مختلف بهش دست یافته، این یک سرطان است که این به تروریسم ذروی ما را به مخاطره خواهد انداخت و جهان و ما فکر نمی کنم که جهان منطقه تحمل از این حرکات و سکنات داشته باشه تا که به یک قیمت بتانه پاکستان هر وسیله که شما ببینین در جریان امی زندگی که بعد از پارتیشن با وجود آمده دستیازیده و ما همیشه میگم که کشورها همیشه از خود یک اردو دارن ولیکن پاکستان یگانه مملکت است که اردوش از خود مملکت داره. بنابر آن این تغییرات و این صحبتایی که در سطح سیاسی و حکومت صورت میگیره اینا هیچ نوع صلاحیت ندارن، اینا هیچ نوع کفایت ندارن، چنان تجربه بر ما و شما نشان داد تمام مسائل در دست امون نظامیان پاکستان ISI است که باید با اونا رسیدگی شود. آیا اونا مداخله را قطع میکنن یا نمیکنن؟ این بسیار یک سوال جدی است. برای اینکه اگر مداخله را قطع کنن به نظر من باعث یک کارشناس اینا به زندگی خود خاتمه میدن. این حالی ما فکر نکنم که رژیم نظامی پاکستان برای از بین بردن خود و برای توسل به خودکشی با مداخلات که یکانه رای ادامه زندگی از اینا بوده از امان آغاز تا اکنون اینا خاتمه ببخشن. بنابر آن شما از ما سوال خود کردین که پس آلترنتیو برای مردم پاکستان، برای منطقه و برای جهانیان چی خواهد بود؟ دقیق. بنابر آن ما برای شما در این ارتباط میگم که امو فکر میکنم که عامل مادر است که ما بایش بپردازیم. ما باید که همطوره که گفتم مداخله باید قطع شد. مداخله را اینا قطع نمی کنن، اینا ما را فریب میتن، اینا تزویر میکنن، اینا مثل که شما گفتین روی کارت ها را استفاده میکنن، اینا به خاطر بقای خود ضرورت دارن برای تداوم از این مداخلات تجهیز، تمویل، تحریک و ارسال خرابکاران به افغانستان از یک طرف و به هندوستان از طرف دیگه که اوضاع را در منطقه نارام بسازن و به میگونه اینا زندگی کردن. جناب دکتر، شما بحث دیپلمات ارشد ملل متحد و طرح صلح که طرحهای بسیار ارزشمند هم ارائه کردین، واقعا حالا کدام عامل پیدا و پنهان را میتونین در بیابین و یا معرفی بکنین که این تغییر و ایجاد کرد در نظامیان پاکستان تا از این مداخلاتشان دست کوتاه بکنن؟ من فکر میکنم که پاکستان
از نظر ما به عیس یک کارشناس به مداخلات خود منظور ما پاکستان اینجا که مردم با رژیم ها مغالطه نشه، امی رژیم نظامی و رژیم آیس آی مسلط است. اینا فکر نمی کنم که به خاطر از محلال خود به مداخله خاتمه بخشن. بنابر آن آلترنتیو موجود در برابر جامعه جهانی که میکنون بسیار اونا بر از این نزدیک هم میشن، فقط و فقط پاکستان به اصلش برگشتاندن. واضح براتون بگویم تجزیه پاکستان است. مسئله تجزیه پاکستان حتی امی مسائل مربوط به تصادمات سرحدی را که شما در مقدمه از او ذکر کردین باعث عامل مادر کاملا از بین میبره. حتی می عملات سرحدی که اینا سازمان داده شده مطرح میسازن، ای هم دیگه وجود نمی داشته باشه وقتی که پاکستان به خطوط اساسی که از عمان آغاز تجزیه هم چروشته بود پس بره. و ما باز امی مثال خودم ایتم که وقتی که شما و وجودتان به خدای نخواسته سرطان یعنی دچار میشین، دست راستتان کمی پاکستان هم مثال بودم که یک دست راست برای جهان غرب برای سالیان متمادی بوده و وجود خودش بوده، اما امروز اگه این دست سرطان گرفته و خودش و زندگیش تهدید میکنه، این دست باید عملیات کرد و این دانه سرطانی را باید از بین برد و این یگانه رایشی است که باید این دست قطع شود به خاطر زنده ماندن جهان غرب، افغانستان، منطقه و تمام نیروهایی که در اینجا آرامش میخواهند برقرار شود و مناسبات به زندگی عادی را پس دوباره تامین کنیم. بنابر آن یگانه راه هم پرسش را مطرح بکنم جناب دکتر که چقدر باور به تجزیه پاکستان دارد در داخل پاکستان حالا شکل میگیره و چقدر در بیرون نظام بین الملل در کل و قدرت های جهانی به این باور رسیدن؟ من فکر میکنم و بسیار قدردانی میکنم از سوالات بسیار مرتبط شما. در داخل پاکستان مردم به یقین هستن که همه بنابر عملکردها، غلطیها و به خاطر امی ای که رژیم نظامی پاکستان بقای خود در مداخله و نارامی و دهشت افغانی و تروریسم و مواد مخدره در سطح منطقوی و جهان میبینه، مردم از این خسته شدن. مردم نتونستن که واقعا یک نظام نماینده را برای خود ایجاد کنن و از طرف دیگه مردم پاکستان که اونا یک مردم شریف و برادر با ما هستن، اینا مساوی از این نگرانی دارن. پاکستان و این رژیم نظامی فعلا مردم بالای یک کوت بارود، یک مخزن بارود نشانده که هر آن لحظه میتونه که انفجار کنه. شما فکر کنید که امی سلاحایی که سلاحی ذروی که فعلا در پاکستان است، وقتی که پاکستان از تمام وسایل برای بقای خود حتی در مناسباتش با امریکا و ایس یک کشور کمیشهی را کمک کرده بود در بر علیه از او، امی اکنون شما ببینید که در افغانستان هزارها تن امریکایی در طول 13 سال کشته شده و این کلش ناشی از مداخلات پاکستان بوده. یعنی حتی در برابر ولی نعمت خود ای به خاطر بقای خود از هر نوع وسیله استفاده کرده. شما فکر کنید که امی پاکستان نبود مگرم که قادر خان پدر بم زروی، پروگرام بم زروی از این مملکت که اینا ایرا با عیسی یک هیرو جنرال مشرف از او یاد کرد، پروگرام زروی عراق اینا کمک کردن، پروگرام زروی لیبیا را اینا کمک کردن، پروگرام زروی ایران اینا کمک کردن، پروگرام زروی کوریای شمالی را امی اکنون اینا کمک میکنن و تمامی امی پروگرام ها و امی حرکات و سکنات ضروری ده. کی جای شک و شبه وجود داشته میتونه که برای بقای خود بازمی پاکستان در همکاری با القاعده و داعش جدید که یک چیره جدید از القاعده است و ای هم از پاکستان منشأ میگیره اصل و نسبش، با چی امکان داره؟ چطور آدم میتونه مطمئن باشه که اینا توسل به تروریسم ضروری نکنن؟ که بازو وقت ما مسائل مربوط به تاورها و برج‌های نیویورک فراموش خود کردیم. فکر میکنین که بقای پاکستان واقعا روی همین موارد است؟ من فکر میکنم که دیگه هیچ راه برای بقای این رژیم فرتوت و مداخلگر نظامی
و هیچ توجیهی دیگه وجود نداره تا که اینا به این کارها متوسل شوند. اگر اینا این کارها را متوقف کنند، این حرکات و سکنات و زندگی خود بهش قاتله بدن، دیگه خودشان وجود داشته نمیتونند. و ما این انتظار را نداریم که یک آدم خودش داوطلبانه به حاضر شود و مداخلات خود که به قیمت حیاتش تمام میشه او را در امور داخلی کشورهای منطقه من جمله افغانستان و هند به خصوص قاتله بده. توجه کنین در صورتی که کار نشه، شما فکر کنین که تنها در ارتباط با امی مسائل مربوط به القاعده اسامه بن لادن گرفتار شد و مثلا به سزای اعمال خود رسید، اما امروز نسل القاعده که فعلا در پاکستان زندگی میکنه، ازدواج ها کرده، اولاده از اینا 30 سال است، هر کدام از اینا در اونجا موجود است و هیچ نوع صدمه بر اینا رسیده. امروز پاکستان 9 نوع طالب پاکستانی به وجود ایجاد شده، من جمله تحریک طالبان که اینا در مقاطع مختلف دروغ گفتن که ما بر علیه از اینا عملیات کردیم در وزیرستان شمالی در سایر مناطق، تمام از این روپوش و اظهارات فریبکارانه و موازی دروغین است که ما ایت به این باور نداریم. برای که اینا کاهش نیافته، اینا قطع نشده، از تمویل تجهیز و تسلیح از اینا 9 گروپ توسط یک منبع توسط یک آجندا به خاطر یک هدف از طرف امی رژیم نظامی ISI تمویل و تقویت و تسهیل و تجهیز و ارسال میشه. جناب دکتر، به عنوان جنبندی بس خیلی کوتاه اگر بفرمایین، حالا افغانستان چه کنه با این همسایش؟ به جمهور جدید قرار است سفر داشته باشه به زودی به پاکستان؟ بله، افغانستان اگر با یک اراده واقعا صمیمانه و متفاوت، باز تکرار میکنم، متفاوت در برخورد آقای کرزی که او تداوم و اکستنشن از رژیم ISI اسلام آباد در افغانستان بوده در 13 سال، اگر برازی کار جدیت داشته باشه، فقط و فقط راه‌های مشخص قطع مداخله را به صورت جدی و تضامینش مطرح بسازه. اما ای که خب پاکستان من نظر به تحلیلایی که قبلا براتون گفتم بازیکار کده میتونه نمیتونه، بحث علایده است. به او صورت باز جامعه جهانی چنانچه امی فعلا در اون مسیر معرکت میکنیم، مثل که روسیه سابق تجزیه شد، مثل که بالکان که ما در اونجا بسیار زیاد کار کردیم تجزیه شد، دیگه باز اگه ایچ را نداشت این کشور باید به اصل خود مثل امو بیدی بسیار معروف مولانا باید رجوع کنه که میگه هر که او دور ماند از اصل خیش، روزگار باز جوید وصل خیش. باید پس برای به خطوط اساسی باز وقت نمداخله می باشه، نه خط دیورند دیگه وجود می داشته باشه، برای از اینکه ما با عامل مادر باید توجه کنیم. رژیم فعلی در کابل و خدا کنه که تفاوت داشته باشه و آرزومند استیم که تفاوت داشته باشه با رژیم آقای کرزی، فقط و فقط در ارتباط با پاکستان و مداخلات پاکستان به حیث عامل مادر باید برخورد کنه که بدون از او و بدون قطع مداخلات، تجهیز، تمویل، تسلیح و ارسال امی گروه های مختلف طالبان من جمله طالبان افغانی صلح را در افغانستان ما نخواد دیدیم و این کاملا منوط به سیاست اسلام آباد است و این مسائل بسیار در صورتی که صداقت از این طرف وجود داشته باشه و نشان میدهند که پاکستان همچنان به سیاست های مداخله گرانه و هژمونیستی خود در افغانستان ادامه میدهد و این سیاست تا زمان ادامه خواهد یافت که این کشور عملا با عکس العمل جدی دولت افغانستان و جامعه جهانی روبرو نشده باشد. البته این جز نیز خالی از دلچسپی نخواهد بود که پاکستانی ها در روزهای اخیر واهمه تجزیه این کشور را نیز با خود دارند و گویا شنیدند که ادامه حیات این کشور به عنوان لانه تروریسم میتواند به چند پارچه شدن آن بیانجامد. در رابطه با تجزیه احتمالی پاکستان، چند پیش جناب دکتر وحید وحید الله کارشناس ارشد سازمان ملل متحد در امور منازعات بین المللی طرحی را ارائه داد که با استقبال گرم هموطنان و حلقات مختلف سیاسی در سطح جهانی استقبال شد. دکتر وحید وحید الله در آغاز طرح پیشنهادی خود نوشته است: خوشبختانه
زمان آن فرا رسیده است که به شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی توضیح بدهم که پلان پیشنهادی مسلکی 120 صفحه‌ای این جانب برای تجزیه پاکستان و جامعه جهانی جهت عملیات و پاکسازی این غده مدهش و کشنده سرطانی از وجود منطقه و جهان، این حامی سازمان دهنده و تمویل کننده تروریسم دولتی جهانی که در غیر آن مطابق به تحلیل ها و ارزیابی های مسلکی این حقیر فقیر با گفته دکتر وحید الله با تروریسم مزروی مواجه خواهد شد و به حیات این کشور بی بنیاد و کار دستی در جغرافیای کنونی منطقه برای همیش نقطه پایان گذاشته و آن را مطابق پلان مسلکی پیشنهادی این جانب به سه بخش ضعیف تجزیه می نماید. یک، ایالت سرحد شمال غربی یعنی خیبر پشتونخوا به حیث یک خطه و سرزمین آزاد و مستقل توأم با حق کامل تعیین سرنوشت خیش با احترام و بر اساس اصول حق خود ارادیت و در مطابقت با تمام نرم‌ها، ضوابط و اصول پذیرفته شده جهانی در چارچوب حقوق بین الدول و روابط بین المللی. دوم، ایالت بلوچستان به حیث یک خطه و سرزمین آزاد و مستقل توأم با حق کامل تعیین سرنوشت خیش با احترام و بر اساس اصول حق خود ارادیت و در مطابقت با تمام نرم‌ها، ضوابط و اصول پذیرفته شده جهانی در چارچوب حقوق بین الدول و روابط بین المللی. سوم، الحاق دوباره ایالت‌های پنجاب و سند به شمول مناطق جموع کشمیر و ساحات همجوار شمالی آن همه به کشور هندوستان. البته آن نقشه جغرافیایی که من در چارچوب آن پلان مسلکی پیشنهادی خیش را برای تجزیه پاکستان طرح پیشنهاد و خطکشی نمودم جهت آگاهی و معلومات مزید شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی زیلن تقدیم می گردد. البته برای معلومات مزید شما ایالت های فعلی پاکستان مطابق با نقشه جغرافیایی کنونی آن شامل مناطق عمده مساحت و نفوس زیل می باشد. یک، ایالت سرحد شمال غربی خیبر پشتونخوا، پشاور، سوات، ابتاباد، مردان، کوهات با مساحت 28773 مایل مربع و نفوس 9.26 میلیون باشنده. ایالت بلوچستان دوم، شامل کویته، گوادر، تربت، خوزدر، زیارت با مساحت 13405 مایل مربع و نفوس 16.13 میلیون باشنده. ایالت سند شامل کراچی، حیدرآباد، سوکور، لرناکا، جمشرو با مساحت 54407 مایل مربع و نفوس 25.55 میلیون باشنده. چهارم، ایالت پنجاب شامل لاهور، راولپندی، ملتان، فیصل آباد، سیالکوت با مساحت 79284 مایل مربع و نفوس 41.5 میلیون باشنده. لطفاً یادداشت بفرمایید که خبرنگار تلویزیون الجزیره چند قبل در جریان یک صحبت تلویزیونی از من یعنی دکتر وحید وحیدالله سوال نمود که آیا پلان یا طرح پیشنهادی من برای تجزیه پاکستان منفعت مردم و توده های میلیونی کشور سرزمین را به نام پاکستان در نظر گرفته است یا خیر؟ و اگر در نظر گرفته است پس می توانید لطفاً آن را برای ما توضیح بدهید
دکتر وحید به جواب سؤال خبرنگار الجزیره چنین پاسخ داده است که منافع والای مردم و باشندگان میلیونی پاکستان کنونی پیوسته در سرخط و مرکز توجه پلان من قرار داشته و آن این که مردم بیگناه این سرزمین که اکنون توسط مشتی از جنایتکاران نظامی بالای مخزن از بم و بارود نشانده و قرار داده شده اند که میتواند هر آن لحظه منفجر و نابود گردند، از خطر حتمی چنین یک نابودی نجات میابند. البته صرف نظر از این که در کدام و چه نوع یک جغرافیای جدید در آینده زندگی و امرار حیات خواهند نمود، حداقل ادامه زندگی آنها مبتنی بر پلان پیشنهادی این جانب تضمین شده و بنابران از نظر من آنهایی که بیشترین منفعت را از پلان پیشنهادی من به خاطر تجزیه پاکستان میبرند، در قدم اول همان مردم و توده های بیگناه و مظلوم میلیونی مسکون در پاکستان کنونی میباشند. شاید یک دلیل رد گم کردن طالبان، یا بهتر است بگویم شاید یک دلیل رد گم کردن طالبان از سوی مقامات پاکستانی در واهمه تجزیه این کشور نهفته باشد که بر اساس برخی اطلاعات بر سر میز تصمیم گیرندگان جهانی قرار گرفته است. همچنان دکتر وحید وحیدالله در رابطه با اظهارات اخیر دکتر زلمه خلیلزاد، سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در کشورهای افغانستان و عراق و نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، مبنی بر بهاشیه راندن پاکستان، افشاگری های نموده است که توجه به آن برای همه ما، مخصوصا نسل جوان افغان، ضروری پنداشته می شود. بیننده ارجمند، اول باید خبر خدمت شما تقدیم کنیم و بعدا روی مبتدا صحبت کنیم. میریم به سراغ شما و یک جریان از بازپرسی زلمه خلیلزاده در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا مشاهده میکنیم. این جلسه استماعیه نیست، جلسه استجوابی است. با هم میریم و این ویدیو کلیپ تماشا میکنیم. در ادامه باز البته جزئیات بیشتر در مورد این جلسه استجوابیه خدمت شما ارائه خواهم کرد. با ما باشید. Absolutely absurd. Ambassador Khalilzad, we've worked together many years. I'm going to ask you a tough question. When the Taliban were driven out of Afghanistan and our friends in the Northern Alliance came in and took Kabul, there was a decision made, I think in Bonn, and I think we were both at Bonn, Germany. The decision was who was then going to be the leader of the new Afghanistan, or at least in transition. I, of course, was pushing for King Zarzaw, as were a group of us who had supported the Northern Alliance. It is my memory that you and the administration were supporting Karzai. Was that due to undue influence by the Pakistani government on that administration, the Bush administration, as they have had undue influence on all of these administrations? Thank you for the statement with which I associate myself, eloquently stated, Congressman. On this question of Karzai's choice, why Karzai was selected, the name of Karzai was first brought up by Abdullah Abdullah, who was the key figure in the Northern Alliance at that time. Right. He argued that for the next phase of Afghanistan, Afghanistan needed a Pashtun leader that the Northern Alliance could work with, and he thought Karzai was such a Pashtun. And this was the first time that we had heard of Karzai for such a role. And Jim Dobbins, my colleague who represented us at that time, and I was in the White House then, reported that. So
But then when we checked with others in the region and beyond, Pakistan did not object to President Karzai's choice, as well as quite a number of others. Let me note for the record that that was a pivotal decision that has led to problems, the problems that we are discussing today. The king of Afghanistan would have been much more independent. He was beloved by his people. He was a Pashtun, and we turned him down. And I honestly believe, like you said, we asked Pakistan for their opinions on it. Pakistan, of course, pushed for someone they could control, someone who could be consistent with a corrupt, repressive regime, and that was Karzai. Unfortunately, now we face this challenge today. Thank you for your service. Thank all of you for your opinions. Thank you, Mr. Key. خب بیننده ارجمند، شما اظهارات آقای راربکر وکیل ولسی جرگه ایالات متحده امریکا را شنیدین و سوالات را که از آقای خلیزاد به عمل آوردن. دکتر وحید وحیدالله، در مورد جلسه استیضایی کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان، در مورد اظهارات مقطعی غیر مسلکی فرصت طلبانه کاملا ضد و نقیض و فریبکارانه جناب زلمه خلیزاد و آن سوالات بسیار برحق و جدی از جانب راربکر که مطرح شد و شما ویدیوش هم مشاهده کردین می نویسد. ما ترجمه صحبت آقای کانگرسمن راربکر خدمت شما تقدیم می کنم که آقای وحید وحیدالله در صفحه فیسبوک خود او را برشته تحریر در آورده. سوال کانگرسمن راربکر، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی ولسی جرگه امریکا، جناب خلیزاد، آنچه شما در رابطه با ارزیابی ها و موقفتان در قبال پاکستان بیان داشتید کاملا مضحک و مسخره بود. آقای خلیزاد، ما و شما سالهای زیادی با هم کار کرده ایم و من یک سوال بسیار دشواری را از شما مطرح میکنم، و آن این که وقتی طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند و دوستان ما از اتحاد شمال داخل کابل شدند و آن را گرفتند، قرار بود یک فیصله و تصمیم بسیار مهم در بن در کشور آلمان اتخاذ شود، و آن این که چه کسی باید به حیث رهبر افغانستان جدید برگزیده و یا انتصاب شود، حداقل برای دوره انتقال. البته طبعا من پشتیبانی و حمایت خیش را به گفته راربکر در این مورد از محمد ظاهرشاه اعلام داشتم، در حالی که یک گروه دیگری طرفداریشان را از موقف و گزینه اتحاد شمال ابراز نمودند. من خوب بیاد دارم که شما و اداره باش در آن وقت از کرزای حمایت و پشتیبانی به عمل آوردید. آیا احراز اینچنین یک موضع گیری ناشیانه از طرف شما از نفوذ ناخواسته حکومت پاکستان بالای اداره بش ناشی شده بود؟ و منطور که آنها همواره همچی یک نفوذی را بالای همه اداره های ما در امریکا داشتند؟ جواب جناب دکتر زلمه خلیزاد، تشکر از بیانات شما که البته من با آنها معترف و موافق بوده و آن را تایید میکنم که البته شما آن را با یک زیبایی خاص بیان نمودید. خلیزاد اعلام میکند در مورد این که چرا کرزای به حیث رهبر جدید افغانستان برگزیده شد، باید بگویم که اسم کرزای برای اولین بار توسط عبدالله عبدالله که در آن وقت یکی از رهبران کلیدی اتحاد سمت شمال بود مطرح شد و وی در این مورد چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به چنان یک رهبر پشتون ضرورت دارد که اتحاد شمال بتواند با او کار نماید، و اظهار داشت که همچی یک رهبر کرزای می باشد. این اولین بار بود که من نام کرزای را برای ایفای همچو یک نقش به خاطر رهبری افغانستان شنیدم، که البته این موضوع توسط جیمز دابنز که در آن وقت از ما یعنی از امریکا در کنفرانس بن نمایندگی میکرد به قصر سفید گزارش داده شد، و طوری که ما بعداً با مسئولین در منطقه و دیگران فراتر از منطقه چک کردیم، پاکستان با گزینش حامد کرزای مخالفت نکرد، البته به همین ترتیب دیگران.
خدمت جناب آقای خلیلزاد عرض می کنم که شما برای اولین بار نام حامد کرزی را از زبان دکتر عبدالله نشنیدید. شما قبلا سازمان یا یک نهاد تجارتی را به نام یونیکال اساس گذاری کرده بودید که حامد کرزی یکی از اعضای کلیدی شرکت یونیکال بود، که شرکت یونیکال داستان یا قصه جداگانه دارد که در این مختصر نمی گنجد. بنابراین من این اظهار نظر شما را مبنی بر این که برای اولین بار نام کرزی را از عبدالله شنیدید رد میکنم. نتیجه گیری کانگرسمن دان رورباکر، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی ولسی جرگه امریکا، میخواهم صرف برای درج و ثبت رسمی این بحث در اسناد رسمی جلسه استماعی یا هیرنگ امروزی اظهار می‌دارم که فیصله در مورد تعیین رهبر افغانستان در آن وقت چنان یک مسئله حیاتی بود که منتج به آن پرابلم‌ها و مشکلات بسیار جدی گردید که ما امروز روی آنها بحث می‌کنیم. پادشاه افغانستان محمد ظاهرشاه شخصی بود بسیار مستقل و در بیان مردم یک رهبر محبوب القلوب و هم پشتون بود، اما متاسفانه ما ایشون را منتفی و رد نمودیم و در مقابل طوری که لحظات پیش خود اعتراف کردین رورباکر و خلیلزاد میگوید شما از پاکستان در مورد این گزینش طالب نظر شدید. واضح و معلوم است که پاکستانی ها کسی را میخواستند که بالایش نفوذ و کنترل داشته باشند و کسی که باید امرای آنها و رژیم فاسد و مستبد آنها همکاری میکرد آن کس جز کرزی کسی نبود. و درست بنابر همین دلایل است که ما امروز به همچی یک وضع وخیم و رقتبار مواجه هستیم. تشکر از خدمتگزاری هایتان، تشکر از دیدگاه هایتان. البته به صورت طنز آقای رورباکر به آقای خلیلزاد میگوید که تشکر از خدمتگزاری هایتان و تشکر از دیدگاه هایتان. ختم اظهارات شدید اللحن کانگرسمن آقای دان رورباکر، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا. یادداشت‌ها و سوالات است که از جانب جناب دکتر وحیدالله مطرح شده. بخش سوالات و یادداشت‌های دکتر وحیدالله چنین آغاز می شود. دوستان گرامی، حالا که شما یکی از بخش‌های مهم جلسه استماعی و استیضاح کمیته امور روابط خارجی ولسی جرگه امریکا را در مورد اظهارات مقطعی غیر مسلکی و فرصت طلبانه کاملا ضد و نقیض و غیر صادقانه جناب زلمه خلیلزاد و آن سوالات بسیار برحق و جدی را که آقای کانگرسمن دان رورباکر از او مطرح کرد دیدید و شنیدید. احتراماً خواهشمندم تا لطفاً به خاطر روشن شدن هرچه بیشتر حقایق مهم و سرنوشت ساز تاریخی در اذهانتان سوالات زی را از خود مطرح نمایید. یک، کی و چرا مرحوم محمد ظاهرشاه و نقش رهبری او را در تفاهم و همدستی با رژیم فاسد و مستبد نظامی ISI پاکستان از پروسه صلح افغانستان حذف کرد یا منتفی ساخت؟ جواب می خواهیم. دوم، کی و چرا به عوض مرحوم محمد ظاهرشاه حامد کرزی با گفته دکتر وحیدالله این جاسوس و مزدور رژیم فاسد و مستبد نظامی ISI پاکستان را به مثابه یک شخص گمنام و بی‌هویت به حیث رهبر افغانستان در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ بالای گرده های مردم مظلوم افغانستان تحمیل نمود؟ سوم، کی در درجه نخست
مسئولیت عواقب مرگبار آن تصامیم جدا ضد افغانی و ضد امریکایی را که در تفاهم و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی پاکستان از سال 2001 به بعد اتخاذ و عملی گردیدند، بالای شانه های خیش حمل می نماید. چهارم، کی در تفاهم نزدیک و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی ISI پاکستان و اداره نابکار و متجاوز جورج بوش مواد موافقتنامه‌های بن 2001 را کاملا به بیراهه کشانید و با محروم ساختن مردم افغانستان از یک فرصت بی‌نظیر و فوق العاده طلایی به خاطر اعاده صلح و عمران دوباره آن، این وطن و مردم مظلوم را در جریان 16 سال گذشته به خاک و خون کشانیده است. پنجم، کی و کدام افغان صادق و وطن دوست می تواند همه این سوالات بسیار جدی تاریخی را به ارتباط زندگی و سرنوشت بسیار اندوهگین و غمالود مادر مشترکمان افغانستان عزیز و کارنامه های ننگین جناب زلمه خلیلزاد را در قبال آن نادیده گرفته و به او و اظهارات اخیر مقطعی و فرصت طلبانه او که از تغییرات جدی اخیر در سمت وزش طوفان علیه رژیم فاسد و مستبد نظامی ISI پاکستان نشأت کرده اند باور نماید. ششم، و بالاخره چه کسی و برای چه با توسل با حیله ها و نیرنگ های جدید می خواهد بار دیگر به با باداران ISI خیش خوشخدمتی یعنی لابیگری و مساعدت نماید تا باشد که پاکستان را از خطر و چنگال پلان پیشنهادی این جانب برای تجزیه و پاکسازی این دانه مدهش سرطانی از وجود منطقه و جهان نجات دهد و بالاخره چه کسی به خاطر نجات رژیم فاسد و تجاوزگر نظامی پاکستان مذبوحانه تلاش می‌ورزد تا به حلقات افراطی در امریکا یعنی افراطیون جمهوری خواه توصیه نماید تا از پلان و طرح پیشنهادی ما برای تجزیه پاکستان فاصله گرفته و به گفته خود این عالی جناب صرفاً با وارد آوردن فشار بالای پاکستان آن را چون کوریای شمالی به انزوا بکشانند. همه این سوالات چه کسی چه کسی چه کسی بله همه این کس ها در این سوال و سوالات دیگر فوق الذکر همان یک کس است که نامش دکتر زلمه خلیلزاد، سابق سفیر کبیر ایالات متحده امریکا در کشورهای عراق و افغانستان و نماینده دائمی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد است. بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، با آنچه گفته آمد البته صحبت امروز هم به پایان رسید و ما فکر میکنم که برنامه امروز یک برنامه آموزشی بود، مخصوصا برای نسل جوان افغان که آنها را به تاریکی کشانده بودند و از حقایق اصلا آگاهی نداشتند. برنامه امروز یک سند تاریخی است که در آینده میتونه به حیث یک سند تاریخی، یک داکومنت مورد استفاده قرار بگیره. آریانا افغانستان،
یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.